برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در سفرش به چین از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کرده و گفته است که نگران وضعیت مطبوعات و مسلمانان اویغور در این کشور است. خانم بربوک روز جمعه 14 آوریل در سفر به پکن و دیدار با همتای چینی خود با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد گفته است مجموعه از موارد نقض حقوق اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در این کشور دیده می‌شود. این در حالی است که پیش از این نیز برخی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از فشارهای بیشتر و اعمال تبعیض علیه مسلمانان اویغور در چین ابراز نگرانی کردند. سامانه بارشی که از اواسط هفته گذشته وارد غرب ایران شد، باعث جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق شد. جاری شدن سیلاب در برخی مناطق غربی کشور ایران باعث خسارت به زیرساخت‌های کشاورزی، راه‌های ارتباطی، راه‌های عشایری، اراضی کشاورزی و طغیان رودخانه‌ها شده است. منابع رسانه‌ای همچنین فاش کردند که 4 نفر از جمله 1 زن بر اثر سیل در مناطق غربی ایران جان باختند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در حال حاضر دست کم 7 میلیون نفر در جهان به بیماری شاگاس مبتلا هستند. دبیر کل این سازمان روز جمعه 25 فروردین به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری شاگاس در توییتی نوشته بیشتر مبتلایان به این ویروس در آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می کنند. به گفته وی بیشتری مبتلایان به ویروس شاگاس افراد کم درآمدی هستند که به لوازم بهداشتی کمتری دسترسی دارند. ویروس شاگاس یک بیماری استوایی ناشی از پروتوزوا و یک بیماری مشترک میان انسان‌ها و حیوانات است. این بیماری برای نخستین بار در سال 1909 میلادی توسط کارلوس شاگاس کشف شد و نام وی بر این بیماری گذاشته شد. دکتر بابک اشرتی، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، با بیان اینکه در حال حاضر هر علامت سرماخوردگی را کرونا تلقی می‌کنیم، گفت احتمال ادامه روند افزایش کرونا وجود دارد و فعلا زندگی‌مان با کرونا خواهد بود. درباره روند کرونا در کشور ایران گفت از بهمن ماه سال قبل روند افزایشی کرونا در کشور آغاز شد که البته شیوه کندی داشت. اواخر اسفند ماه سال گذشته این شیب افزایش بیشتری شد و اکنون نیز روند بیماری در کشور ثابت مانده و بالاتر نرفته. بنابراین تعداد موارد ابتلا به کرونا در کشور نسبت به آذر و دی ماه سال قبل افزایش یافته است. سمینارهای علمی حوزه علمیه زینبیه از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر دمشق سوریه در ماه مبارک رمضان 1444 همچنان ادامه دارد. در سومین و چهارمین سمیناری که در این مجموعه علمی برگزار شد، حجج اسلام قاسم حیدری و شیخ مقبل الحمد به موضوعات معنای خلافت در آیه 30 سوره بقره و جایگاه و شخصیت والای ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداختند. مکتب ویژه دانش آموزان افغانستانی با 300 دانش آموز در صنف‌های مختلف دختر و پسر که با حمایت دولت پیشین در دهلی فعالیت می‌کرد تعطیل می‌شود. روزنامه ایندین اکسپرس روز جمعه 25 فروردین گزارش داده که این مکتب که سید جمال الدین افغان نام دارد و پس از حدود 3 دهه که به زبانهای فارسی و پشتو از کلاس اول تا 12 در آن تدریس می شد، به دلیل به رسمیت شناخته نشدن مدارک آن از سوی وزارت معارف طالبان مسدود می شود. این مکتب در حالی تعطیل می شود که با تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان، دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از کلاس ششم مسدود است.